وقتتون بخیر باشه با ویدیو سوم از بازی نایجل شورت و یان تیمان در خدمت شما هستیم که در دو ویدیو قبلی راجع به تحریزی توی بازی و اینکه اساتید بزرگ چجوری وضعیتشون رو مدیریت میکنن و میتونن که وضعیت خودشون رو ارتقا بدن و طرح‌های حریف رو هم خنسا میکنن و توی بازی کم کم بازی رو جلو میبرن. اما اینجا لحظه بسیار زیبای بازی و لحظه بسیار شگفت‌انگیز بازی هستش که سفید برای بردن این بازی به یک طرحی نیاز داره و یک ایده‌ای که بتونه این بازی رو ببره. سفید تقریبا میشه گفت همه کار رو انجام داده الان برای اینکه مهره‌هاش رو خوب قرار بده. ببینید وزیر سفید در خونه F6 فوق‌العاده هستش. رخ سفید در D7، رخ سفید در D4 خیلی خوبن. اسب F3 شاید چندان خوب نباشه، اما خب به خاطر محافظت از پیاده G2 تقریبا میشه گفت که این اسب مجبوره که در این خونه بمونه، مگر اینکه به شیوه دیگری سفید بتونه که خونه G2 رو محافظت کنه تا بتونه با اسبش جولان بده. خب اینجا طرح‌های مختلفی شاید بشه برای سفید ریخت، اما جواب این مسئله که آقای ناجاشور در سال 1991 توی شهر تیلبورگ این بازی انجام شده تونسته یه طرح فوق‌العاده رو پیدا کنه. اونایی که ویدیو رو ندیدن به نظرم همینجا استوب کنن و جواب رو پیدا کنن و بعد بقیه رو ببینن. خب آقای نایجل شورت اینجا شاهش رو میذاره H2. خب احتمالاً یان تیمان هم فکر کرده خب این که خبری نیستش، رخش رو گذاشته C8 و گفته خب چیه مثلا، میخواد چیکار کنه، احتمالا خواسته شاهش اینجوری بشه. بعد اینجا یهو یه حرکت عجیب و غریب از سمت نایجل شورت، شاه جسه. این دیگه چیه؟ یعنی اینجا دو ازاری یان تیمان میفته. سفر عجیب و غریب شاه، سفر هیجان انگیز شاه برای مات کردن شاه دشمن که هر بیننده شطرنجی که این بازی رو ببینه در نگاه اول شاید باور نکنه که با شاه بریم شاه حریف رو مات کنیم. یه چیز غیر منتظره هستش. از اینجا شاه پاشه و کم کم بره از خونه های سیاه رنگ وارد خونه H6 و بتونه شاه حریف رو مات کنه. این طرحی که به ذهن نایجل شورت رسیده طرح بسیار خفنی هستش، یعنی یکی از عجیبترین مسئله هستش. توی کتاب آمادگی برای مسابقات شطرنج هم فکر کنم کایدانوف که این بازی رو بررسی کرده بهش گفته احساس به خصوص در مورد شاه. همیشه میدونیم که امنیت شاه توی وسط بازی ها خیلی مهمه، اما در یک وضعیت های بخصوصی شاه میتونه اینجوری پیاده روی کنه و کارهای جالبی رو انجام بده. خب بعد از شاه G3 رخی 8، شاه F4 زیباست واقعا، Fc8، شاه G5 و اینجا آقای یان تیمان تسلیم شده. به نظر من باید ادامه میداد، فیل در D7 رو بازی میکرد، شاه H6، بعد یه حرکت مثلا فانتزی بازی میکرد و بعد مات میشد که این صحنه زیبا سر بازی خلق میشد و چه پوزیسیون جذابی. با وجود این همه مهره شاه پا شد و سیاه رو مات کرد و میشه گفت که میگم یکی از زیباترین مسئله های شطرنج هستش. حالا بریم ببینیم که اینجا آیا راه برد دیگه ای وجود داشت غیر از شاه H2، بریم این رو بررسی کنیم. خب بعضیا اینجا از بچه‌ها وزیر G5 رو پیشنهاد داده بودن که بیایم با وسیله D2، B4، F6 بریم. البته تهدید اصلیشون وزیر H6 بود که اینجوری فرض کرده بودن که سیاه حتما باید این تهدید رو دفاع کنه، اما به این شکل نیستش. سیاه مجبور نیستش که تهدید رو دفاع کنه، میتونه اینجا A4 رو بزنه و جالبه که اگر سفید وزیر H6 رو بازی کنه اون وقت فیل در F3 خواهیم داشت، پس این رو نداره. اگر هم بخواد خب اسبش رو مانور بده، سیاه با حرکت فیل D5 میتونه رخ D7 رو به دام بندازه. غیر از این هم البته حالا اگه فیل D5 هم نداشته باشه خود حرکت فیل C6 هم فکر کنم به
یه جور کیش مساوی در انتها ختم بشه، شاه H2 و بعدش اسب B4 اسب F6 که موقعیت سفید برای مساوی شاید کافی باشه. طرح‌های دیگه هم در اینجا آنچنان جوابگو نیستند. شاید اینجا مثلا اگر شما در نگاه اول با کامپیوتر این بازی رو چک کنید چیز آنچنانی دستتون نیاد، مثلا فقط حرکات رخ و حرکات وزیر رو میگه. خب دیدیم که طرح‌های دیگه به غیر از شاهشتو نمیتونن این بازی رو برای سفید به نتیجه برسونن و به این دلیل همین شاهشتو شاید بشه گفت تنها راه برد هستش. و بعد از اون سیاه اگر بیدار میشد از این خوابی که سفید براش دیده احتمالا باید فیل C8 رو بازی میکرد که بتونه این رخ رو زیر ضرب قرار بده. الان دیگه سفید از اون طرح معمول خودش نمیتونه استفاده کنه چون رخش توی D7 نمیمونه. مثلا اگه بخواد یه همچین کاری بکنه سیاه شاه H7 بازی رو میبره چون اینجا دیگه رخی توی D7 نیستش که رخ در F7 یا وزیر در G6 بزنه، پس سفید باید یه کار دیگه بکنه. خب مشکل فیل C8 اینه که این قطر رو خالی میکنه و سفید میرونه G4 با قدرت. خب سیاه اگه این رو بزنه سفید میزنه توی H5 داره H6 میکنه، اگه بیاد بالا جلو H6 رو بگیره که کیش میدیم و بعدش میبریم به روش های مختلف، مثلا شاه H6 رو میزنیم توی F7 و ماتش میکنیم و خب بره هم پایین H6 میکنیم و حرکت بعدی مات فورسه. خب در این صورت باید بزنه G5 رو، خب در اون صورت وزیر G5 کیش میدیم و بعدش با یه عالم کیش بازی رو، حالا یه عالم هم نیستش، تموم میشه فورا. خب پس اینجوری که نمیشه. اگه بخواد G4 رو بزنه اون وقت ما از G5 میکنیم. اینجا مواظب باشیم که H5 نداریم چون وزیر در F3 میزنه و یه تمپ عقبیم، پس اول از G5 میکنیم. خب سیاه میتونه که حرکت های مختلفی رو اینجا بازی کنه، اگر فیل در D7 بزنه که H5، اگر بزنه که وزیر H6 و مات فورس، اگر فیل B7 کنه که با یه F3 و یه حرکت نرم اینجا بازی رو میبریم. در آینده این طرح جلوش نخواهد توانست بگیره سیاه، چرا سخت گفتم، و سفید میبره. اگر هم G3 کیش بده اینجا جالبه، شاه در G3 میزنیم و شاه بر میگردیم. این خیلی حرکت جالبیه شاه H2 چون اگر اینجا H5 رو بازی کنیم سیاه میتونه با حرکت وزیر H1 آب رو گلالوت کنه و یکم بازی رو برای ما سخت کنه. خب میتونیم اینجوری ادامه بدیم، احتمالاً هم میبریم این وضعیت رو، ولی خب چه لزومی هستش به این کار؟ اینجا این البته این حرکت خیلی سطح بالا هست، شاه H2 که سفید ایده H5 رو داره و تقریبا میشه گفت جلوش نخواهد توانست بگیره. باز هم اگر فیل C8 هم کنه که H5 و F3 دوتاشون با هم دیگه ترکیب میشن و میبره، اگر هم وزیر در A4 بزنه H5 جه در H5 رو خاش شاد و به این صورت که کار سیاه به زودی تمام خواهد شد و انواع و اقسام ترکیب های ماتی رو اینجا میبینیم. اگر هم نمیزد G4 رو فیل B7 میکرد، در اون صورت رخ D3 میکردیم و پس از دفع تهدید حریف اینجا دیگه سفید برنده کامله، G5 رو داره میزنه و باز هم اگر سیاه بزنه کارش تموم خواهد شد. و در هر صورت این بازی یک بازی بسیار زیبا بود که ما ببینیم که چه طرحهایی رو در شروع بازی وسط بازی اجرا کنیم، چجوری به طرحهای حریفمون اهمیت بدیم، سوارهای خودمون رو چجوری بهتر کنیم و در نهایت هم این طرح شاهکاری که سفید توی بازی تونست اجرا کنه. حتی بعضی از انجین ها در ابتدا نمیبینن این طرح رو که اینجوری ما شاهمون رو برداریم و بریم به مساف شاه حریف و کارش رو تموم کنیم. الان دیگه سیاه باید به نظر من ادامه میداد و یه همچین ماتی رو به سفید تقدیم میکرد تا بازی زیباتر باشه، ولی خب در هر صورت
کمک خودش رو سیاه برای زیبا بودن این بازی با حرکت رخ 3-8ش انجام داد وقتی فیل 3-8 نکرد. و امیدوارم که لذت برده باشین و اگر هم از این دیدن این ویدیو لذت بردین برای دوستانتون و آشنایتون بفرستین. این یه دونه رو من به صورت فری میذارم، بقیهش رو که طی طرح درس ها و کلاس هامون ارائه میدیم. شاد و خوشحال باشین، روزتون خوش.